بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. استان کربلا امکان افزایش رهاسازی ذخیره آبی خود را در ایام زیارت اربعین بررسی می کند. انتشار کتاب تهدید از شرق، خطر استعمار چین برای جهان اسلام و نسل‌کشی جهانی اویغورها به زبان عربی. انفجار بمبی دیگر در پاکستان 7 کشته به جا گذاشت. و 25 سالگرد قتل عام شیعیان هزاره در مزار شریف. سلام و درود بی پایان به شما بینندگان عزیز. از تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا در خدمت شما هستیم با یک بخش خبری دیگر. من محمد محمدی هستم. علی المیالی معاون استاندار کربلا با عبدالامیر رشید صالح مدیر منابع آب استان در مورد امکان افزایش میزان رهاسازی آب در استان در ایام سفر میلیونی زائران اربعین به منظور هماهنگی با مقام‌های وزارتخانه مربوطه گفتگو کرد. رشید صالح در بیانیه مطبوعاتی که به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده گفت: با علی المیالی معاون استاندار کربلا در خصوص پیشبینی تمهیدات لازم برای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام گفتگو کردیم. همچنین احتمال تأثیر کمبود آب در این استان و مناطق و بخشای آن، موانع و راه‌حل‌های مشکلات فراروی آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی در ادامه افزود که اقدامات وزارتخانه مربوطه به منظور تلاش برای رفع کمبود آب از طریق اجرای مناقصه برای تصفیه آب و پاکسازی آن از مواد غیر بهداشتی به هر نحو ممکن صورت خواهد گرفت و نهایتاً آب سالم و بهداشتی به مقدار کافی در اختیار زائران قرار داده خواهد شد. شایان ذکر است که مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا که در زمینه اهداف نیکوکارانه و همچنین توسعه و پیشرفت فعالیت نموده و وابسته به مرجعیت دینی آیت الله العظمی شیرازی است، کماکان و به صورت مرتب جلسات خود را به منظور بررسی طرح‌های مطالعاتی و توسعه پروژه بزرگ عمرانی خود تحت عنوان چشم‌انداز کربلای 20C با 50 میلیون زائر اربعین با حضور تعدادی از مقام‌ها و کارشناس‌های داخلی و بین‌المللی برگزار می‌نماید. مرکز مطالعات اویغور از انتشار کتاب تهدید از شرق، خطر استعمار چین برای جهان اسلام و نسل‌کشی جهانی اویغورها به زبان عربی خبر داد. این کتاب جدید خطر استعمار چین را هشدار می‌دهد و از نسل‌کشی اویغورها پرده برداری می‌کند. این کتاب به موضوع نسل‌کشی و جنگ زمامداران چین بر علیه اسلام می‌پردازد و با اشاره به اقداماتی که رژیم چین در ترکستان شرقی بر علیه مسلمانان انجام می‌دهد، چنین نتیجه گیری می‌نماید که این کشور ضمن تظاهر به دوستی با اسلام و مسلمانان و جهان اسلام در تلاش است اولین مانع بر سر راه طرح استعماری خود را از بین ببرد. این کتاب همچنین با آگاه سازی نسبت به سیاست‌های اشغالگرانه رژیم کمونیستی چین که تحت پوشش سرمایه‌گذاری در سرتاسر جهان در حال افزایش است، با ذکر موارد متعدد و مثال‌های گوناگون به همه جهانیان خطری را که از شرق دنیا در حال برخاستن است هشدار می‌دهد. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما هستن. سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام و درود دارم. جناب آقای دکتر، بر اساس دیدگاه نویسنده کتاب تهدید از شرق، سیاست استعماری چین در برابر مسلمانان اویغور و همچنین تمامی کشورهای اسلامی بر چه پایه‌ای استوار است؟
با توجه به اینکه جمعیت مسلمانان در چین سومین اقلیت محسوب میشن، علیرغم اکثریتی که میشه گفت در سه استان چین وجود داره، متاسفانه سیاست چین به اشتباه در مسیر سرکوب و نسل‌کشی اویغورها بوده، مسلمانها بوده. علیرغم اینکه واکنش‌های جهانی از سال 2009 توسط دولت ترکیه، آمریکا، کانادا و بیشتر کشورها انجام شده، ولی متاسفانه سیاست در واقع چین در راستای ایجاد فشار و یکسانسازی جمعیت در چین، ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری برای اویغورهای مسلمان بوده و ایجاد فشاری که بتونه منابع اقتصادی چین رو در استان ترکستان شرقی یا سینکیان که بزرگترین اقلیت رو داره تأمین بکنه. خدمت شما عرض بکنم که این سیاست‌های چین مبتنی بر یک سیاست‌های استعماری و ضد بشری هست و طبیعتاً باید جلوی اون گرفته بشه. بیشترین شکایت‌هایی که در صحن سازمان ملل در رابطه با نسل‌کشی بوده در طی دهه اخیر متعلق به دولت چین بوده، ولی خب دولت چین به دلیل مماشات برخی کشورهای در واقع عربی و به ویژه کشور ایران، متأسفانه ما نتونستیم که سیاست چین رو در این رابطه تغییر بدیم و حتی آخرین اظهار نظرهایی که شده، جدا از این که بخوان محکوم بکنن سفیر وقت ایران، در واقع اون رو در تلاش برای فرزودایی از سوی دولت چین معرفی کرده و این یک سیاست غلطیه که متاسفانه در تناقض با سیاست فعلی جمهوری اسلامی در دفاع از حق طلبی و دفاع از مسلمان ها هست. و من بارها در این رابطه هشدارهایی رو دادم که باید جلوی این سیاست گرفته بشه و دولت ایران و همراه کشورهای عربی به شدت این سیاست‌های نسل‌کشی چین رو محکوم بکنه. جناب روشندل، پروژه کمربند و جاده توسط چین چه سیاست‌هایی رو دنبال می‌کنه؟ سیاست در واقع کمربند و جاده که همون سیاست Belt and Road Initiative هست به زبان انگلیسی، سیاستی هستش که جی شینگ پینگ رئیس جمهور چین در جریان بازدید رسمی یا دیدار رسمیش از قزاقستان در سال 2013 این رو معرفی کرد. بزرگترین فعالیت یا مکانیزم زیرساختی در جهان محسوب میشه که هم در مسیر خشکی و هم در مسیر دریاست، که همون تلاش برای بهینه کردن سیاست جاده ابریشم هست. اون چیزی که به نام سیاست جاده معروف هست که در واقع ادغام شده در مسیر خشکی، از نقاط مرکزی چین شروع میشه، آسیای مرکزی، ایران و روتردام هلند و نهایتا به ونیز میرسه، ولی در مسیر دریاییش از شرق آسیا شروع میشه و چهار قاره رو در واقع در پوشش میده که تعداد کشورهایی که تقریبا موافقتنامه همکاری با چین امضا کردن، تعدادشون الان به 148 کشور رسیده که این مجموعه کشورها تقریبا 40% تولید ناخالص داخلی کل جهان رو در واقع تامین میکنن. دولت چین تلاش کرده که این سیاست رو، سیاست جاده ابریشم رو، در دو مسیر و در دو فاز مکمل هم در واقع ادامه بده و بسیار هم در این رابطه برنامه‌ریزی های وسیع کرده. میشه گفت که در طی مثلا دهه اخیر یا به طور مشخص در سال 2019 میزان سرمایه گذاری که دولت چین در بیش از 40 کشور انجام داد 842 میلیارد دلار هست. بله جناب آقای روشندل، در رابطه با پروژه جاده ابریشم دیجیتالی هم اگر به اختصار توضیح بفرمایید ممنون دارتون میشم. در واقع باید بگیم که چین از یک پایه اقتصاد سالم ولی به سمت اینکه بتونه اون رو به صورت صنعتی پیش ببره داره بهره میبره. سیاست جاده ابریشم دیجیتال در واقع یک نظام مدرنی داره که میتونه مکانیزم های بانکی مالی باشه. دولت چین در این کشورها دنبال میکنه. در بسیاری از کشورها چین برنامه ریزی هایی که کرده، سرمایه‌گذاری هایی که کرده، به ویژه مثلا در آفریقا، در کنیا و در مصر، تأسیس آزمایشگاه باز برای ایجاد برنامه های آموزشی، در کنیا برنامه بانکی پول هستش که و میتونه در این رابطه وام هایی رو به اون کشورها اعطا میکنه. در کشورهای عربی قولهای بزرگ اقتصادی چین مثل هواوی یا سایر شرکت ها دارن تلاش میکنن که
با توسعه پهنای باند اینترنت و ایجاد تکنولوژی های مدرن در رابطه با انتقال پول در این رابطه بیشتر فعالیت بکنن. چین خیلی قدم های بلندی رو برداشته، ولی یک نکته و ایرادی که داره اینه که بیشتر هم بهش انتقاد میکنن، به نام تله وام هست که دولت چین در واقع وام های رو به کشورها ارائه میده و در صورت عدم بازپرداخت اونها مشکلاتی برای کشورها به وجود میاد، که یک مورد اخیرش در کشور سریلانکا بود که به دلیل عدم توان پرداخت وام در زمان مناسب، به ویژه در دوره کرونا، دولت چین تلاش میکنه که یکی از بنادر مثلا سریلانکا رو به مدت 99 سال در اجاره خودش نگه داره. نگرانی بیشتر در رابطه با اقتصاد دیجیتال ابریشم از سوی چین باز هم توسعه سیاست‌های استعماری هست که در واقع در پوشش ایجاد و توسعه امکانات دیجیتالی تلاش میکنه که همون سیاست‌ها رو در پیش بگیره. ولی در مجموع آمریکا به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی جهان برنامه‌هایی رو برای مهار این سیاست در واقع طراحی کرده که البته خیلی به صورت عام در مراکز در واقع خبری خیلی اعلام نمیشه، ولی خیلی در این رابطه تلاش‌هایی داره میشه که در مقابل سیاست توسعه چین در خاورمیانه و در آفریقا تحت عنوان جاده ابریشم دیجیتال فعالیت‌های صورت بگیره. ممنونم از شما دکتر ابراهیم روشندل از واشنگتن، ما همراه بودن. بر اثر انفجار بمب در مسیر اسکورت مقامات دولتی در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان 7 نفر کشته شدند. پلیس بلوچستان اعلام کرد که این انفجار نزدیک خودروی رئیس شورای سندیکا در منطقه 5 کور در این استان روی داد. منیر فرمانده ارتش پاکستان در این باره حکومت طالبان در افغانستان را به نقض توافق دوحه متهم کرد و گفت که تعداد زیادی از افغانها در حملات در پاکستان شرکت دارند که امنیت منطقه را تهدید می کنند. گفتنی است در چند روز اخیر چندین انفجار دیگر در مناطق مختلف پاکستان به ویژه منطقه بلوچستان رخ داد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. استان کربلا امکان افزایش رهاسازی ذخیره آبی خود را در ایام زیارت اربعین بررسی می کند. انتشار کتاب تهدید از شرق، خطر استعمار چین برای جهان اسلام و نسل‌کشی جهانی اویغورها به زبان عربی. انفجار بمبی دیگر در پاکستان 7 کشته به جا گذاشت. و در ادامه، آیت الله العظمی شیرازی: غیر مسلمانان چه در کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی، مادام که با مسلمانان در صلح و آشتی هستند محترمند. و اما خبری از کشور افغانستان. همزمان با فرارسیدن 25مین سال روز قتل عام هزاران غیر نظامی عمدتاً شیعیان هزاره در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، شهروندان این کشور خاطرات قربانیان را گرامی می‌دارند. شهروندان افغانستان به این مناسبت یک بار دیگر خواستار پایان دادن به نسل‌کشی هزاره‌ها شدند و بر ضرورت تأمین عدالت در حق قربانیان قتل عام مزار شریف تأکید می‌کنند. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، در این فاجعه انسانی تنها در یک روز بیش از 3000 غیر نظامی عمدتاً شیعیان هزاره قتل عام شدند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. گروه طالبان در 17 مرداد سال 1377 خورشیدی با تسلط بر شهر مزار شریف در شمال افغانستان، حملات وسیعی را علیه هزاره‌ها در این شهر به دلیل هویت قومی و مذهبیشان راه اندازی کرد. آمار دقیق قربانیان این قتل عام مشخص نیست، اما در گزارشی که دیدبان حقوق بشر در این مورد در نوامبر سال 1998 منتشر کرده، آمده است که طالبان در این شهر بیش از 3000 غیر نظامی هزاره، تاجیک، ازبک و ترکمن را به قتل رسانده است.
این نهاد گفته است که اکثریت قربانیان شیعیان هزاره بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی که در این مورد تهیه کرده است به نقل از منابع محلی میگوید که طالبان در 5 ماه اول تسلط خود بر شهر مزار شریف بیشتر از 15,000 نفر از هزاره ها را کشتند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود گفته است که ملا عبدالمنان نیازی استاندار طالبان در بلخ در دومین روز تسلط این گروه بر شهر مزار شریف با سخنرانی در مساجد هزاره ها را به خشونت و انتقام جویی تهدید میکرد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که ملا نیازی در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که هزاره ها مسلمان نیستند، شیعه هستند، آنان کافرند. دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای طالبان در جریان این حملات به شمار زیادی از زنان و دختران تجاوز کردند. اکنون و پس از 25 سال شهروندان افغانستان از این روز به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی از سال روز قتل عام شهر مزار شریف یاد بود کردند و خاطرات قربانیان را گرامی داشتند. شورای جهانی هزاره در توییتی نوشته است نسل‌کشی هزاره‌ها توسط طالبان در ماه آگوست سال 1998 جان 15,000 نفر را گرفت و یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ افغانستان را رقم زد. شهروندان افغانستان به این مناسبت یک بار دیگر خواستار پایان دادن به نسل‌کشی شیعیان و هزاره‌ها شدند و بر ضرورت تأمین عدالت در حق قربانیان قتل عام مزار شریف تأکید می‌کنند. با وجود درخواست‌های مکرر فعالان هزاره و خانواده‌های قربانیان تا اکنون در مورد قتل عام مزار شریف تحقیقات مستقل از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی انجام نشده است. شهروندان افغانستان با اشاره به تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از تکرار چنین رویدادهایی هشدار می‌دهند. گفتنی است در 17 مرداد 1377 هجری خورشیدی گروه طالبان در کنار قتل عام شیعیان هزاره در مزار شریف 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را نیز تیرباران کردند. در آستانه 25مین سالگرد این رویداد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران حمله 25 سال قبل گروه طالبان به سرکنسولگری ایران در مزار شریف مرکز استان بلخ را جنایت خوانده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. من دارم خدمت شما، همکاران محترمتان و بینندگان شبکه خبری شما. جناب سروری، پس از 25 سال از قتل عام شیعیان هزاره در مزار شریف، وضعیت کنونی هزاره ها تحت تسلط گروه طالبان چگونه است؟ متاسفانه شرایط زندگی تمام قومیت های ساکن در کشور و به ویژه هزاره ها تحت اداره غاصب حکومت جباری طالبانی در افغانستان بسیار سخت و بسیار هم دشوار است. هزاره ها از تمام حقوق اولیه زندگی خود حتی محروم هستند. هزاره ها حق برگزاری مراسم مذهبیشان را به صورت آزادانه و ندارند. هزاره ها حق کار کردن در ادارات دولتی را ندارند و همچنان فشارهای از طرق مختلف را بر مردم هزاره تحمل میکنند و فرصت زندگی را از مردم هزاره گرفته در حقیقت. مالیات های کمرشکن را بر اموال دارایی مردم هزاره وضع میکنند و بدترین حالت تاریخی را مردم افغانستان بعد از قتل عام دوران حکومت که عبدالرحمن خان دارند مردم هزاره در افغانستان تجربه میکنند. متاسفانه برای بینندگان ما بفرمایید که با وجود چنین رویدادهایی چرا سازمان ملل و کشورها نسل‌کشی شیعیان هزاره در افغانستان رو به رسمیت نمی‌شناسند؟ سوال بسیار خوب بفرمودین، ولی میشه سوال شما را با یک سوال دیگه پاسخ گفت که چطور میشه از کشورهای توقعی به رسمیت شناخته شدن نسل‌کشی هزاره ها در افغانستان را ما داشته باشیم که به نوع خود از کشورها شریک جرم عاملین نسل‌کشی در افغانستان هستند. به طور مثال اگر ما یک مرور مختصری بر تاریخ افغانستان داشته باشیم متوجه میشیم که امارات عبدالرحمن خانی که اولین قتل عام مردم هزاره را در افغانستان انجام داد
و بیش از 62.5% مردم هزاره متاسفانه در او فاجعه جان شیرین خود از دست دادن و نابود شدن. با کمک و حمایت دولت انگلیس بود که تحت حمایت همه‌جانبه قرار داشت، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی. و حالا هم که طالبان که برای بار دوم قدرت را در افغانستان تحویل گرفتن، ما شما می دانیم و جهانی را می دانند متاسفانه ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو با طالبان وارد چی شدن؟ وارد معامله شدن و قدرت را برای طالبان تحویل دادن و زمینه سقوط حکومت مردمی در افغانستان را فراهم کردند. این مشخص است که کشورها تلاش میکنند که نسل‌کشی مردم هزاره را به رسمیت نشناسند. و اما در مورد سازمان ملل متحد یک شعر داریم، ما شما میگه هر آن کس که فرمان دهد نان دهد. و ما شما میدانیم که اکثریت بودجه سالانه سازمان ملل متحد چی پرداخت میکنه؟ ایالات متحده آمریکا و همین کشورهای اعضای ناتو. وقتی که اینا در تعامل با طالبان باشند و به دنبال ازی هستند، تلاش میکنند که یک شکل از اشکال با طالب ها کار کنند. پس در شرایط فعلی ما فکر میکنم که امکانی به رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره ها وجود ندارد. ممنونم از شما. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه بودند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، با هشدار نسبت به بدتر شدن شرایط بهداشتی در سراسر کشور آفریقایی سودان اعلام کرد که بیش از 3.2 میلیون نفر در داخل این کشور آواره شدند. به افزود، آژانس‌های بشردوستانه افراد بیشتری را در اردوگاه‌ها، نقاط مرزی و مراکز حمل و نقل قرار دادند تا با شناسایی سوء تغذیه کمک کرده و سایر خدمات را ارائه دهند. این سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که محموله‌های غذایی به دست آمده را میان 15,000 نفر در روستاهای دورافتاده در سودان توزیع کرده است. دیدبان آب و هوای کوپرنیک وابسته به اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 17 مرداد اعلام کرد که ماه ژوئیه 2023 میلادی به عنوان گرم‌ترین ماه در طول تاریخ سراسر جهان ثبت شده است. بر اساس گزارش ماهانه این مرکز مربوط به تغییرات آب و هوایی، دمای هوا در ژوئیه گذشته از دمای گرم‌ترین ماه که در ژوئیه 2029 میلادی به ثبت رسیده بود، حدود 1.5 درجه سانتیگراد فراتر رفت. بر اساس این گزارش، بسیاری از بخش‌های نیمکره شمالی موج‌های گرمایی را تجربه کردند که دمای آن در بیشتر مناطق قطب جنوب بسیار بالاتر از میانگین است. همچنین در ماه گذشته، میانگین دمای جهانی سطح دریاها نیز به رکورد بی سابقه ای رسید. دمای هوا در دریای شمال 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین آن ثبت شد. یخ دریای قطب جنوب در ماه جولای به پایین ترین سطح خود رسید و 15% کمتر از حد متوسط بود. محمد بن حسن بن علی بن حسن، مشهور به شیخ طوسی و شیخ طائفه، از مشهورترین محدثان و فقیهان شیعه است. شیخ طوسی در رمضان سال 385 هجری قمری در طوس، یکی از شهرهای خراسان، متولد شد و در روز 22 محرم سال 460 هجری قمری در سن 75 سالگی در نجف اشرف درگذشت. شیخ طوسی نویسنده دو کتاب التهذیب و الاستبصار از کتابهای چهارگانه حدیثی شیعه است. اثر مهم شیخ طوسی در تفسیر قرآن، کتاب التبیان فی تفسیر قرآن را میتوان برشمرد و از آثار مهم فقهی او کتاب‌های نهایه، الخلاف و المبسوط، شامل نظرات و نوشته‌های فقهی او مورد توجه فقیهان شیعه است. او تحول در اجتهاد شیعه را آغاز کرد و مباحث آن را گسترش داد و در برابر اجتهاد اهل تسنن به آن استقلال بخشید. نامدارترین شاگرد او ابو صلاح حلبی است.
و آخرین خبر این که نشست علمی روزانه آیت الله لزما سید صادق شیرازی روز سه‌شنبه 20 محرم سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با کفار و غیر مسلمانانی که تا زمانی که سلاح نکشیده و به ظلم با مسلمانان و کشورهای اسلامی نجنگیده باشند که از آنان تعبیر به محاید یعنی بی‌طرف بی‌غرض و بدون جانبداری شده است فرمودند، این دسته از غیر مسلمانان محترم هستند چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. معظم الله در ادامه فرمودند، در زمان پیامبر اکرم، در زمان حکومت امیرالمومنین که 5 سال طول کشید، نظیر این افراد بودند که زیر سایه حکومت اسلامی در کمال آرامش زندگی می کردند. ایشان تأکید فرمودند، در قرآن کریم هم چند آیه وجود دارد که تصریح دارد که این افراد تا نجنگیدند و سلاح بر نداشتند، مسالم یعنی در صلح و آشتی هستند. آیت الله لزما شیرازی در ادامه فرمودند، البته زمانی که این افراد سلاح به دست بگیرند و با مسلمانان و کشورهای اسلامی به جنگند موضوع متفاوت می باشد. با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم. دسته یکه عربی میگن محاید، نمیدونم پارسی چی میگن، کفار تا سلاح نکشیده باشن، به ظلم با مسلمانان نجنگیده باشن، محترمن، چه تو کشور اسلامی باشن چه تو کشور غیر اسلامی. بلا شک باش. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مگه نبودن؟ زمان حضرت امیر که حکومت هم 5 سال تقریبا داشتن، مگه نبودن اینا در زیر سایه اسلام، چه در کشور کفر چه در کشور اسلامی؟ کفار محترم هستن. تو قرآن کریم هم چند تا آیه داره که تا اینا نجنگیدن سلاح ور نداشتن مسالم هستن. لا الا للكافر في وقت الحرب، كل شيء جائز. مروری دوباره به سرخط خبرها. استان کربلا امکان افزایش رهاسازی ذخیره آبی خود را در ایام زیارت اربعین بررسی می‌کند. انتشار کتاب تهدید از شرق، خطر استعمار چین برای جهان اسلام و نسل‌کشی جهان اوغورها به زبان عربی. انفجار بمبی دیگر در پاکستان 7 کشته به جا گذاشت. بیست و پنجمین سالگرد قتل عام شیعیان هزاره در مزار شریف. و آیت الله لزما شیرازی، غیر مسلمانان چه در کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی، مادام که با مسلمانان در صلح و آشتی هستند محترمند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.